وورال بسته دیگه، خفش کن. ببین منو، دارم سعی میکنم وجودتو تو این خونه فراموش کنم. اون کاری که کردی رو سعی میکنم فراموش کنم، ولی برای یادآوریشون هر کاری میکنی. سعی کن تا زمانی که تو این خونه ای بی سر و صدا باشی، بعدش هر جایی خواستی برو. بس دیگه، دیوونم کردی. موبایل ملتم خاموشه، احتمالاً تو کلاسه. نکنه نمیخواد باهات حرف بزنه. حتما تو کلاسه، تو کلاس. بلگی، میگم امروز نهار رو قرار بذاریم در مورد این کار رومانی حرف بزنیم. امروز نمیشه، خیلی کار دارم. ولی بعداً سر فرصت حرف میزنیم، باشه؟ آره، باشه. عجب آدمی هستی. ما اینجا با چی سر و کله میذاریم؟ تو داری با دختره لاس میزنی. کلاس زدنی بابا، اینجا داریم کار میکنی. ما از صبح تا حالا منتظرتم که زنگ بزنی بگی بیام تو اتاقت. معذرت میخوام عزیزم، با بچه ها جلسه داشتم. فقط این صبح که نیست، خیلی وقت یه جورایی شدی. رفته رفته داری ازم دور میشی، اصلا محلم نمیذاری. آخه چی شده که من نمیدونم؟ یه اتفاقایی میفته ولی به من نمیگی. مثلا؟ از صبح تا حالا جلسه پشت جلسه. آقای منیرم اومد و رفت، شما همش با بچه‌ها یه کارایی میکنین. چیز خاصی شده و به من نمیگی؟ نه، چیز مهمی نیست، مسئله خانوادگیه. آها، ببخشید، مسئله خانوادگیه. وقتی مسئله خانوادگیه باید ساکت بشم. آه، معذرت میخوام، اصلا حواسم نبود، ببخشید فضولی کردم. بلگین، بلگین، خواهش میکنم. هنوزم به خاطر مسائل خانوادگیته که مشکل ما هی عقب میفته. امروز تو چت شده؟ چرا یوها عصبانی شدی؟ مثلا نزدیکترینتم، ولی نمیدونم چه خبره. زمانی که برای آیندمون برنامه میریختیم یهو برمیگردی و داخل خانوادت حبس میشی. نمیتونم اینو تحمل کنم وقتی من دارم برای این رابطه زحمت میکشم. اولویتای تو چیز دیگه ای باشه. مثلا دیروز تولدم بود ولی حتی یادت هم نبود، بعدش هم بلند شدی رفتی آنکارا. عزیزم، خب امروز جشن. رشاد، تو رو خدا ول کن، مسئله اون نیست. مسئله چیه؟ ها؟ بگو ببینم مسئله چیه. ازت خواهش میکنم منو علاف نکن. اگه میخوای با هم تموم کنی مستقیما بگو. همش وعده و وعید، همش تعویق. من تا حالا هیچ وعده‌ای بهت ندادم که نتونم بهش عمل کنم. من بهت نگفتم همین امروز از زنم جدا میشم و با تو ازدواج میکنم. میدونی که این کار خیلی سخته. زندگی و کارمون به هم مرتبطن. بعدشم پریهان فقط زن من نیست که. هرچی که امروز صاحبشم همش مدیون اونم. همه ثروتم و حتی این شرکت هم میتونم ول کنم، ولی پشت کردم به پریهان خیلی سخت تره. برای همینم باید یکم صبر داشته باشی. نمیخوام هی اینا رو بشنوم. پس نباید اینطوری عصبانی بشی. تو به حدی درک و فهم داری که برای اینا احترام قائل شی. لطفا بلگین.
مگه نمیگفت خیلی کار داره؟ پس چی شد داره میره؟ حتما از یه چیزی ناراحت شده. عمو رو میشناسی که خیلی دوست داره عصبانیتش رو سر یکی دیگه خالی کنه.